دوستان عزیزم سلام همراهان خوب کانال یوتیوب پویوتا آکادمی رضا نظر بیگی هستم توی این ویدیو میخوام در ارتباط با یک هوش مصنوعی فوق العاده باهاتون صحبت کنم قبل از شروع ویدیو ازتون درخواست میکنم ویدیو رو لایک کنید توی کانال یوتیوب پویوتا آکادمی سابسکرایب کنید و اون و نوتیفیکیشن رو هم فعال کنید که ویدیو جدید ما رو از دست ندیم بریم ویدیو رو با هم ببینیم تو این ویدیو میخوام در ارتباط با یک وبسایت هوش مصنوعی فوق العاده به نام ایدئوگرام باهاتون صحبت کنم خیلی کاربرد داره خوبیش اینه که رایگانه و فکر میکنم شما روزانه 100 تا تصویر میتونید باشین ریت کنید و خیلی جذاب براتون کار میکنه بریم سراغش بهتون معرفی میکنم این وبسایت رو و بهتون توضیح میدم که چطور میشه باهاش تصویر به وجود آورد وقتی وارد وبسایت میشین یه همچین تصویر رو میبینید روی گزینه لاگین اگر کلیک کنید میتونید با یکی از اکانت های گوگلتون وارد محیط اصلی این وبسایت بشید بعد از لاگین کردن با یه همچین بخشی روبرو خواهید شد یه همچین تصویر روبرو میشید که آخرین تصاویر و البته بهترین تصاویری که ترند شدن در داخل خود ایدوگرام رو بهتون نشون میده روی ریسنت اگر کلیک کنید آخرین تصاویری که مردم ایجاد کردن رو میتونید ببینید و موارد مختلف که کاری باش نداریم ولی تاپ ترین تصاویر رو وقتی اینجا میبینید چقدر کارش قشنگ و جذابه یکی از محاسن این وبسایت اینه که برخلاف هوش مصنوعی دیگه خیلی خوب میتونه برای شما تکست به وجود بیاره و تکستی که شما می رو تشخیص میده یعنی جای مختلف این تکست رو دارین می‌بینیم پس شما متن میتونیم به وجود بیارین و جایی که میتونیم متن رو به خوبی به وجود بیارین در هوش مصنوعی مطمئنا لوگو هم میتونین طراحی کنید همین این موارد رو با هم چک میکنیم خب استارت کارمون رو بزنیم اولین رو بهتون بگم شما میتونید از تصاویری که اینجا ایجاد شده الهام بگیرید و همونا رو ریمیکس کنید مثلا روی این مورد کلیک کنم وقتی کلیک میکنیم اولا که چهار تصویری که به وجود آوردن رو اینجا بهتون نشون میده حتی شما میتونید تصاویر دانلود کنید گزینه ریمیکس رو اگر بزنید با استفاده از این تصویری که انتخاب کردید و حالا پرامپتی که می نویسین یه تصویر جدید براتون به وجود میاره یه جوری الهام میگیره از این تصویر که بیشترین شباهت رو به این داشته باشه و با پرامپت جدید شما یه تصویر جدید براتون به وجود بیاره نخواستین میتونید روی این کنار تصویر کلیک کنید و اون تصویری که به عنوان تصویر مادر میتونید ازش استفاده کنید رو حذفش کنید من با این موارد کاری ندارم بیم روی دکمه هوم کلیک کنیم من میخوام از ابتدا شروع کنم به پرامپت نویسی و چند تا مورد رو با هم چک کنیم اولی موردی که میخوام بنویسم یه پرامپت خیلی ساده است ببینیم مثلا چه کاری انجام میده مثلا اینجا بنویسیم کات و روی دکمه جنریت کلیک کنم ببینم چی به وجود میاره بدون هیچ جزئیاتی و هیچ دستور دیگه‌ای و همونطور که می‌بینید چهار تصویری که بر من به وجود آورد خیلی هم خوبن حالت واقع گرایانه داره کاری که الان من داره تحویل میده تصویر گربه که برای من به وجود آورده خوبه میتونم ازش بهره بگیرم و استفاده کنم حالا این مقدار جزئیات بدیم به کارمون برای مثال این مورد رو پاکش کنم اینجا بنویسم وومن a a smiling داره لبخند میزنه و ویرینگ ا هودی مثلا یک هودی هم پوشیده و یه چی بهش اضافه کنیم حالت وایبرانت داشته باشه و با کاما اینا رو میتونیم از هم جدا کنیم بهش دستور بدم که حتما 3D رندر باشه یه رندر سبودی واسه هم بگیره استایل انیمه باشه دیگه اینکه یه تایپوگرافی هم میتونیم داشته باشیم مثلا پویوت تایپوگرافی آن her هودی روی هودیش یه دونه تایپوگرافی پویوت داشته باشه یعنی متن پویوت رو نوشته باشه و یه بکراند هم داشته باشه مثلا سیتی بکراند و اینو جنریت کنیم من میتونم حالا بیام یک سری مواردم که اینجا هستش رو اضافه کنم مثلا بگم حالات عکس داشته باشه 3D رندر باشه تایپوگرافی هم داشته باشه و حالا سینماتیک هم باشه دکمه جنریت رو بزنیم ببینیم چه اتفاق میافته خب تصویری که برام به وجود آورد خیلی خوبه دونه دونه اینا رو میتونیم ببینیم و نکته جذابش این کلمه پویوتی هستش که ما الان داریم روی این هودی میبینیم چقدر خوبی رو نوشته و چقدر خوب تونسته تشخیص بده و استایل های مختلف هم داره اینو برای ما به وجود میاره که یه جورایی مهر تایید باشه بر طراحی که خودمون انجام دادیم در بسیاری از وبسایت های هوش مصنوعی گرافیکی تکست رو وبسایت ها خوب تشخیص نمیدن و نمیتونن براتون به وجود بیارن ولی این مورد خیلی جالبه که به این خوبی داره براتون این کار رو انجام میده واسه همینه که میتونیم بریم سراغش حالا این گزینه انیمه رو بذارین حذفش کنم انیمه که اینجا نوشته بودیم رو و میخوام هایپر باشه یعنی تا جایی که ممکنه واقع گرایانه بشه ببینیم چه اتفاقی میفته در انتهای هودی اینجا می نوشم. هایپر realistic یه کاما هم بذاریم و سیتی بک‌گراند هم باقی دوباره جنریت میکنم با همین شرایط قبلی ببینیم حالا حالت انیمه رو حذف میکنیم و حالت واقع گرایانه به کارمون میدیم چقدر میتونه تغییر کنه انتظار ندارم که خیلی تغییرات فوق العاده ای به وجود بیاد ولی خب ببینیم چی به ما تحویل میده اتفاقا خیلی هم تصویر خوبی رو به ما داد ببینید همون پویوت رو اینجا نوشته برای ما و کار خوبی هم بهمون تحویل داده واقعا کار خوبی به ما تحویل داده که میتونیم ازش بهره بگیریم بیاین دوباره پرامپت بنویسیم بریم سراغ لوگو ببینیم برای لوگو چه چیزی به ما تحویل میده پس اینجا بیایم تایپ کنیم برای مثال من میخوام شخصیت مدوسا که یکی از کاراکترهای تاریخی یونان باستان هستش رو برای من تبدیل به لوگو کنه اینجا می نویسم مدوسا head فقط سر کرکتر باشه این uh, فایر fire anger. Uh, در آتش خشم مثلا قرار گرفته باشه و دیگه چی میتونیم بهش اضافه کنیم البته باید اینجا بنویسم لوگو سایل تکست هم نمیخوام داشته باشه البته اینجا فایر انگر نباید باشه اینجا بنویسیم فایر آف انگر لوگو سایل و بذاریم همین رو برامون درست کنه و خب مطمئنا عکس نمیخوام باشه حالات تریدی باشه اشکال نداره تایپوگرافی هم نداره سینماتیک هم نمیخوام باشه همین که حالات 3 رندر رو به ما بده کافیه بدون 3 هم میتونیم این کار رو انجام بدیم جنریت ریت رو بزنیم دوباره این رو بهتون بگم این چهار تا تصویری که بهتون میده رو یک عکس در نظر میگیره روزانه یعنی مثلا از اون 100 تا عکس 4 الان کم نمیکنه یه دونه کم میکنه فکر میکنم و این خیلی خوبه ببینید لوگویی که برای من طراحی کرد لوگوی جذابیه به شکلی که دارید میبینید یه مقدارم بهش زمان بدیم که بهترین که رو برای ما به وجود بیاره و الان میتونیم ازش بهره بگیریم حالا من میتونم برم سراغ لوگوی دیگه که تکس هم داشته باشن ببینیم چه اتفاقی میفته و یه حالت مثلا گیمینگ هم به کارمون بدیم خب بریم سراغ قسمت بالا در بخش پرامپت نویسیمون و اینجا بنویسم مثلا فانتزی فانتزی لوگو باشه به این شکل با یک متن مثلا my game سر هم, هم می نویسم تکست که بهش معرفی کنیم بعد بگم دو بودی باشه پس می نویسم 2D و همین ببینیم چی به ما تحویل میده بعد می توانیم جوزیات بهش اضافه کنیم خب ببینید تکست رو چقدر خوب تشخیص داد و همون تکست رو دقیقا برای ما نوشته یه جایی ممکن اشتباه کرده باشه اینجا تو دو تا وای داره اشکالی نداره ما بقی موارد رو میتونیم چک کنیم هر کدوم که مناسب هستش میتونیم ازش استفاده کنیم حالا اگر من یک شخصیتم به این اضافه کنم چه اتفاقی میافته اولا که این 3D رندر رو خاموش کنیم چون من اینجا گفته بودم دو بودی باشه نه سه بودی و در انتهای این مورد مثلا بنویسم uh, with all face خب که از چهره یک جغد استفاده کنیم توی لوگومون ببینیم چه اتفاقی میافته و الان این چیزی که به من تحویل میده خیلی بهتر شد ببینین وریشن ها رو مثلا این خیلی خوبه این مای گیم هم داره که من میتونم ازش بهره بگیرم به عنوان مثلا یه لوگوی گیمینگ چقدر خوب این کارو کرد حالا برایش پروداکتتون برای محصولتون برای شرکتتون اسم کمپانیتون هر مورد دیگه اینجا اگر پرامپت بنویسین نتیجه خوبی رو میتونه بهتون تحویل بده بیاین برگردیم به هوم پیج و روی این دکمه کلیک میکنم برگردیم به هوم پیج و اینجا یه دونه پرامت جدید میخوام بنویسم یه مقدار برای لوگوی گیمینگمون از یه استایل دیگه استفاده کنیم مثلا اینجا بنویسم ایزومتریک اکتوپوس یه اختاپوس گیمر باشه اکتوپوس گیمر لوگو و بگم wearing a headphone and cap یه کلاه و یه هدفون هم داشته باشه یه کاما بذاریم حالت فانتزی هم داشته باشه فانتزی باشه دیگه چی میتونیم دربارش بنویسیم اینکه گیمینگ لوگو باشه خیلی مهمه و این رو هم میخوام حالت سبودی داشته باشه هم بدون حالت سبودی فعلا بدون حالت سبودی رو در نظر بگیریم دکمه جنریت رو بزنم میبینید چه لوگوی قشنگ و جزایی ما تحویل داد وریشن ها رو ببینیم این خیلی خوبه واقعا خیلی خوبه البته کپ فقط این یه مورد داره یه جورایی کلاه رو این یه مورد رو سرش داره ولی خب هدفون همه دارن و برای لوگوی گیمینگ ازش میتونیم استفاده کنیم خیلی قشنگه خیلی جذابه دیگه چی میتونیم بهش اضافه کنیم اول اینکه یه بار بریم سبودیش رو هم در نظر بگیریم 3 رندر رو هم بزنم دوباره جنریت کنم این مورد رو خب این هم حالا تو سه بودیش یه همچین کار فانتزی رو داره به ما تحویل میده که دارید میبینید بیاین به جای این اختاپوس یه گرگ هم استفاده کنیم این 3D رندر رو خاموش کنم حالت دو بودی میخوام داشته باشه که شبیه به لوگو بشه در اصل و اینجا اختاپوس رو حذفش میکنم به جاش ولف رو مینویسم و جنریت رو میزنم ببینیم این بار چیه ما تحویل میده خیلی بهتر شد این موردی که اینجا هستش ببینید چه کار جذاب و قشنگی هم میشه حتی شما رنگ رو را میتونید مشخص کنیم مثلا در انتها بنویسیم فول باشه رنگ رنگی باشه یا مثلا این بلک اند وایت باشه سیاه و سفید باشه و موارد مختلف رو که اینجا با پرامپت به زبان انگلیسی بنویسین ببین تکس هم بهش اضافه کنیم در نهایت ببینیم چی میشه uh, این قسمت بعد از لوگو بنویسم with my game. تکست که تکست هم داشته باشه یه بار دیگه جنریت رو میتونم بزنم تایپوگرافی رو اینجا براش فعال کنم و دکمه جنریت رو بزنیم میشه اتفاقی میافته اگر مشکلی وجود داشت تایپوگرافی میتونیم حذف کنیم خب این چیزی که ما تحویل داد خوب اتفاقا کار خوبی رو اجرا کرده و اگر میبینیم اون چیزی که مد نظرمون شکل نگرفته میتونیم بارها و بارها دوباره جنریت کنیم این مورد رو که تصاویر جدید به ما بده این رو بهتون بگم که اگر مثلا از این تصویر خوشتون اومد و خواستین باز هم با همین تصویر شبیه به این تصویر پرامپت بنویسین که همین مورد رو تغییر بده میتونین روی گزینه ریمیکس که اینجا هستش کلیک کنین و از این مورد به عنوان پرنت استفاده کنین دیگه دوباره جنریت کنید این مورد رو بارها و بارها جنریت کنید مثلا من اگر دوباره روی دکمه جنریت کلیک کنم خیلی شبیه به این رو دوباره بر من درست میکنم هرچی این گزینه رو افزایش بدم قدرت این تصویر رو بیشتر میکنه یعنی خیلی شبیه به این مورد دوباره برام درست میکنه هر چقدر کمش کنم این تصویر پرنتی که داریم تاثیر کمتر خواهد بود در جنریت کردن تصویر مجدد روی دکمه جنریت من بازم کلیک میکنم چهار تصویر شبیه به این رو تقریبا برای من تولید کنه ببینیم چی به وجود میاد و ازش استفاده کنیم میبینید تقریبا با همون استایلی که اینجا نوشته یه جورایی خمیدگی و شکستگی داشت و تصویر گرگمون از نیمرخ بود یه جورایی اومده از اون بهره گرفته چند تصویر جدید به ما با... تحویل داده شما میتونید بارها و بارها این کار رو انجام بدید توی پرامپتتون چیزای دیگه بنویسین که میخواد جزئیات بیشتر بشه برای اینکه تصویر بهتری بگیرین کارهای دیگران رو همینجا دارین میبینید که میتونید ازشون استفاده کنید همونا رو ریمیکس کنید و نوشته خودتون رو بهشون اضافه کنید خیلی موارد مختلف هم اینجا هستش یه نکته نهایی بهتون بگم که اگر روی این موردی که اینجا یعنی روی این پروفایل خودتون کلیک کنید میتونید آخرین تصاویری که به وجود آوردین رو اینجا ببینیدشون و اگر خواستید همونا رو دوباره روشون کلیک کنید وریشن ها رو هم بهتون تحویل میده مثلا این مواردی که اینجاست رو دوباره بهتون تحویل میده پرامپتتون رو هم میتونید ببینید و اگر خواستید در نهایت میتونید دانلودشون کنید تک تک این تصاویر رو خیلی وبسایت خوب و کارآمدیه مطمئنا چون رایگان هم هست سوزان صد تصویر رایگان میتونه بهتون بده و البته تکست رو خیلی خوب تشخیص میده حتما برای درست کردن لوگو میتونید ازش استفاده کنید و البته کلی تصاویر مختلف و در نهایت مثل همیشه دوستان ازتون درخواست میکنم لطفا ویدیو رو اگر دوست داشتین لایک کنید توی کانال یوتیوب پورت آکادمی سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو هم فعال کنید که ویدیو جدید ما از دست ندین باز هم با این دست از ویدیوها در خدمتتون خواهم بود متشکرم موفق باشید